مهناز افشار از رابطه‌اش با همسرش یاسین رامین و همچنین ماجرای شیر خشک فاسد گفت. دوستان عزیز سلام، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب و بعد از اون روی زنگوله کناریش کلیک کنید تا شما اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینه و لایک میکنه و کامنت میذاره. مهناز افشار در مصاحبهش گفت حق انتقاد رو کاملا محفوظ میدونه و از نظر اون یاسین رامین آقازاده نیست و به مردمی که از مهناز افشار ساختن قول میده که هرگز کاری نکرده که بابت اون سرش رو پایین بندازه. مهناز افشار گفت یاسین رامین برای من آقازاده نیست، چون آقازاده فاکتورهای زیادی داره که از دید من نداره و ممکنه از دید بقیه داشته باشه که خب من نمیتونم دید دیگران رو تغییر بدم، مگه اینکه فرصتی برای اونا پیش بیاد و خودشون متوجه اون بشن. او گفت برای منی که توسط مردم مهناز افشار شدم و امروز اگه من 4 ساله که کار نکردم مردم هنوز منو دارن نگه میدارن و تپش این اسم رو هنوز نگه داشتن، میتونم بگم که من با آقازاده ازدواج نکردم. او در مورد حواشی مهریه بالایی که داشته گفت من سند مربوط به ازدواجم رو منتشر کردم، اما بقیهی که خودشون رو به خواب زده بودن نخواستن ببینن. من اول سند رو منتشر کردم، نه اینکه دوست ندارم مهریه بالا رو، اتفاقا خیلی دوست دارم، اما حقیقتا ملاک خوشبختی برای من مهریه نیست، چون رابطه درست و پاک رو تبدیل به یک معامله یا معادله مالی میکنه و این برای من جذاب نیست و در خانواده ما مرسوم نیست. او در ادامه گفت من دلم نمیخواد در این روزهای خاص که موضوعات بسیار به ارزشی از مردم رو شاهد هستیم به موضوعات اینچنینی بپردازم، ولی چون مردم نازنینم و طرفداران و حتی منتقدایی که به حق یا ناحق به من پریدن بگم که میدونم حقشونه و بارها به من خبر دادن که این موضوع رو روشن کن. مهناز افشار در ادامه در رابطه با شیرهای خشک فاسد گفت تکرار اتهام دست داشتن او و یاسین رامین در واردات شیر خشک فاسد روح او را آزرده کرده و خواهش میکنه اونهایی که هنوز حرف اون رو باور نکردن در آلمان این مسئله رو پیگیری قضایی کنن تا ماجرا یک بار برای همیشه روشن بشه. او در رابطه با این موضوع گفت نمیدونم چی بگم که متفاوت باشه با گفته های قبلم. من مصاحبه‌ای در ایران داشتم که گفتم اول من یک انسانم و بعد از اون یک مادرم. بعد هم ایده شیر خوش اونقدر این موضوع کثیفه که من همیشه وقتی میخوام بهش فکر کنم احساس میکنم دارم روحم رو کثیف میکنم. اما باید هنوز هم به کسانی که شک دارن بگم در زمان مناسب و در روزی که به وقت عدالت و بدون شک روبروی هم قرار خواهیم گرفت با سند و مدرک ثابت خواهم کرد که چنین چیزی وجود خارجی حتی 1% هم نداشته و نداره. مهناز افشار گفت دلم نمیخواد آدم ها رو وادار به پذیرش اون چه که من باور دارم بکنم، ولی میگم اجازه ندین با این موضوعات شما رو آزرده کنن و شما رو به سمتی ببرن که از حقیقت دور بشین. او گفت من در ایران از چندین رسانه و فرد حقیقی که در مورد این موضوع صحبت کرده بودن ازشون شکایت کردم، ولی هرگز این شکایت ها به جایی نرسید چون ما داشتیم از خودشون به خودشون شکایت می کردیم و همین علت نمی تونستم روشنگری کنم. وکیل یاسین رامین در پرونده شکایت از مطرح کنندگان موضوع شیر خشک فاسد می گوید از افرادی که شایعه شیر خشک‌های فاسد رو علیه خانواده رامین مطرح کردند شکایت کرده ایم. موضوع شیر خشک‌ها هنوز بر سر زبان هاست و شیر خشک‌هایی که عده‌ای می‌گویند فاسد بوده و نوزادانی رو نابینا کرده یا به کام مرگ کشانده.
در پی پرونده چند سال گذشته شکایت هلال احمر از یاسین رامین این موضوع حاشیه‌های زیادی پیدا کرد و گفته شد فرزند محمد علی رامین با استفاده از نفوذ پدرش در دولت احمدی نژاد توانسته محموله عظیمی از شیرهای خشک فاسد شده رو وارد و توزیع کنه که سود کلان برای خودش داشته و ضررهای جبران ناپذیر برای بعضی از خانواده ها. این موضوع هنوز هم مطرح میشه و تنورش هنوز داغه، مخصوصا وقتی مهناز افشار همسر یاسین رامین فعالیت جدید رو شروع میکنه یا در شبکه‌های اجتماعی درباره موضوعات مختلف واکنش نشون میده. مهناز افشار هم در این باره گفت این موضوع که درباره پرونده همسرم مطرح شده برای من قطعا مهمه، چون حتما به این فکر میکنم که فرزندم رو با چه پولی بزرگ میکنم. فرض بگیریم که من استقلال مالی داشتم و از درآمد همسرم استفاده‌ای نکردم، اما به هر حال باید بدونم همسرم چه انسانی هست. مطمئن باشید من هم به اندازه شما پیگیر این موضوع هستم، چون وقتی در حال انجام یک فعالیت اجتماعی هستم پیگیری این موضوع هم جزو فعالیت‌های من محسوب میشه. مطمئن باشید من در کنار شما و حتی جلوتر از شما نگران و دغدغه‌مند این موضوع خواهم بود. مهناز افشار گفت من معتقدم سکوت هیچ کمکی به ما نمی‌کنه و از تمامی افرادی که موضوع شیر خشک‌ها رو مطرح کردن ممنونم، چون این موضوع باید مورد رسیدگی قرار بگیره. اما مسئله اینجاست که اگر هم چنین موضوعی صحت داشته باشه، این یک موضوع صرفاً شخصیه؟ ادعی میگویند یاسین رامین سالها پیش شیر خشک فاسد از طریق هلال احمر وارد کرده و باعث مرگ و کور شدن بعضی نوزادها شده. یعنی یاسین از کشور آلمان شیر خشک فاسد خریده و فروخته به هلال احمر و هلال احمر وارد کرده و از وزارت بهداشت مجوز گرفته و از گمرک ترخیص کرده و شرکت‌های پخش کننده اون رو پخش کردن و خانواده‌ها خریداری کردند و بچه‌ها مسموم شد. اگر این حرف صحت داشته باشه خیلی ها باید جوابگو باشن. هلال احمر، وزارت بهداشت، گمرک، دولت و توزیع کننده ها. اما باز هم موضوع به اینجا ختم نشد و در ادامه باز هم افرادی همان اتهامات رو به یاسین رامین و مهناز افشار نسبت دادن، تا اینکه خبر رسید صبر این خانواده تموم شده و علیه مطرح کنندگان موضوع شیر خشکای فاسد شکایتی تنظیم شده. وحید مشکانی فراهانی وکیل یاسین رامین در پرونده شکایت از مطرح کنندگان موضوع شیر خشک فاسده. او در گفتگویی میگوید این موضوع از اساس شایعه هستش. بنابراین از افرادی که شایعه شیر خشک‌های فاسد رو علیه خانواده رامین مطرح کردن شکایت کردیم و اون رو رسیدگی قضایی میکنیم. وکیل یاسین رامین در آخر گفت اگر موکل من خطایی کرده باشه و اثبات بشه باید جوابگوی این خطا باشه. خانم افشار به عنوان همسر موکلم هم بر این موضوع تاکید کرده و من هم تاکید میکنم که به عنوان وکیل دفاعی از این موضوع نخواهم داشته. او باید پاسخگو باشد، ولی تا زمانی که رفتار خلاف قانونی را مرتکب نشده لازمه حیثیت او حفظ بشه. دوستان عزیز ممنون که تا به اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو و همچنین اگر ویدیوی مورد نظرتون هست که دوست داریم ما براتون بسازیم اون رو توی قسمت کامنت برای ما بنویسید و همچنین بعد از اون در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و روی آل هم کلیک کنید و همچنین لایک و کامنت رو فراموش نکنید. لطفاً لینک این ویدیو و کلن کانال ما رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا و انگلیس و استرالیا و شهرهای مختلف